سلام به همگی، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. در راستای ویدیوی قبل که براتون گذاشتم و قراره که هنری که داریم رو به درآمدزایی برسونیم، توی این ویدیو قراره که قدم های اولیه رو برداریم. ببینید، شما برای عرضه هنر خودتون در حال حاضر تو بودجه آنچنانی ندارین که فروشگاهی رو برید اجاره بکنین که بعد بتونین محصولاتتون رو عرضه بکنین. پس ما کدوم فضا رو داریم؟ فضای مجازی رو داریم. من تصمیم گرفتم یه پیج اینستاگرام بزنم و برای شروع یه پیج اینستاگرام نیاز به یه سری محصولات خوب داریم که از خودمون یه سری محصولات خوب درست بکنیم و بخوایم اونها اونو به مخاطب نشون بدیم. و توی این ویدیو من قراره که یه چراغ دکوری برای حالا مثلا فضای داخل خونه درست بکنم. بریم یه سری متریال لازمه بخریم و بعدش بیایم حالا شروعش بکنیم که ببینیم که خروجی کارمون به چه شکلی میشه. خب من اومدم لوله خریدم، ایناشو خریدم، اون لوله بزرگترش رو دستو انبار برامون بیارم. خب بچه ها، خریدامون تکمیل شد. اون لوله ها رو هم خریدیم، دو تا از این زانویی ها خریدیم، ولی چون این یکیش فضای بازتری نداره که لوله بره داخلش، سوکت هم خریدیم که لوله ها رو بتونیم راحت تر داخل این یکی مچش بکنیم، سفت بشه که کارمون هم مستحکم بشه. پس این سوکته لازمه هر جایی که دیگه این باز شدگی رو نداشته باشه و نتونیم لوله رو داخلش بکنیم، از این سوکت استفاده میکنیم. خب لولایی که تهیه شده یه لوله 160 90 سانتیه، این لوله دیگه هم 60 سانتیه. حالا بریم که ببینیم به چه صورتی میتونیم اینها رو سرهم بکنیم، مستحکمش کنیم، ایستایی بدیم بهشون. خب همینطور که میبینید ما اجزای این لوله ها رو باید با چسب به هم متصل بکنیم. چسبی که داریم چسب رازیه، مخصوص حالا کلن پی وی سیه. این چسب رو روی اون نقاط اتصال میزنید و بعد این دوتا رو به هم دیگه فیکس میکنین و خوب نگه میدارین چند لحظه تا اون کامل خوش بشه. برای قسمت پایین کار باید یک قسمت تکیه گاه درست بکنیم که بتونیم کار رو روی اون سوار بکنیم. فقط بچه ها حواستون باشه وقتی این دوتا زانویه رو میخواین توی همدیگه قفل بکنین، کاملا صاف و مرتب باشه، چون اون لوله ها میخواد بره داخلش، اون لوله ها حالت صاف باشه. برای من یک کوچولو عقب و جلو شده که حالا موقع چسب زدن لوله ها به این دوتا خمیدگی باید حواسم باشه تا اونو خیلی صاف وارد این قسمت بکنم. همینطور که میبینید من میخوام قسمت پایین کار رو از نظر اون شکل بیزی بیام درستش بکنم. یه شماتیک کشیدم و بعدش اومدم با خط کش دقیقا مشخص کردم که اون حالت بیزی که میخوام صاف و مرتب در بیاد. پس برای خودم اون سطح رو در میارم. اگر احساس کردم که این بیزی که دارم میسازم با مقوا ایستایی نداره، میرم اینو روی چوب در میارم و برش میدم. حالا ببینم به چه شکلی میشه. خب بچه ها ببینید، من سیم برقم رو فعلا رد میکنم. نمیدونم که چقدر میخوام مایه داخلش بریزم به عنوان اینکه پایه کارم سنگین بشه و سیمم رو محض احتیاط رد میکنم، گره میزنم، حالا یه مایه درست میکنم. شما میتونید از گچ، سیمان، پودر کناف، هر چیز دیگه استفاده کنید، یه خمیر درست بکنید و داخل اون دوتا خمیدگی بریزید. به این علت که ما پایین کارمون نیاز به ایستایی داره، هر چقدر پایین کار سنگین تر باشه کارمون ایستاییش بیشتره. من اینو میریزم، زمان میدم تا خوش بشه و باز حالا توی این بین کارهای دیگر رو فیلم برداری میکنم و براتون قرار میدم. تا ویدیوی بعد فعلا خدا نگهدار، منتظر قسمت بعد باشید.